خب ما یه سری نکات کلیدی یا یه سری نکات عمومی رو بیان می‌کنیم در مورد کمپرسورهای اسکرو HS، چیزی که تو این کاتالوگ ذکر شده. کلیت نداره و نمیتونیم تعمیمش بدیم، اما بعضی مواقع میتونه این نکات به ما کمک کنه. خب اگر کمپرسور شروع به کار نکرد، کمپرسور استارت نشد، چه چیزایی باید چک کنیم تا مطمئن بشیم مشکلی وجود نداره؟ اجزای الکتریکی خارجی ممکنه معیوب باشن، رله ها رو چک بکنیم، ماژول رو چک بکنیم. اینها میتونه باعث بشه که نظر کمپرسور راه اندازی بشه. خب بعضی جا هستش که ما مدار فرمان PLC خوبی نداریم و نمیتونیم توی نمایشگر ببینیم ایراد کجا هستش. خب در این مواقع ما باید تمامی پارامترها رو چک کنیم، از قبیل فشار ساکشن، ماژول ها، کلید های حرارتی، تمامی پارامترها رو دونه به دونه باید چک کنیم تا ایراد رو پیدا بکنیم. ببینید باید تمام کنترل ها رو چک بکنیم. ما کنترل ها رو اصلیمون چیا هست؟ لو پرشرمون، فشار بالا، های پرشرمون و ترموستات و غیره، همه رو بررسی بکنید. چک کنید کانتاکت بستن یا خیر. اینو میتونید با یه اوهمتر انجام بدید. همه فیوز ها رو باید بررسی بکنید، شاید یکی از اونها سوخته باشه. خیلی وقت ها توی 90% موارد مشکل یه چیز خیلی کوچیک ساده هست. به دنبال مشکلات پیچیده نباشید. اگر هم کمپرسور استارت خود ولتاژ توی ترمینال برای کمپرسور هم وجود داشت، اما ولتاژ کمتر از 90% ولتاژ نامی ذکر شده توی پلاک باشه، ممکنه موتور گشتاور راه اندازی کافی رو نداشته باشه. اون موقع ما میتونیم افزایش آمپر رو داشته باشیم. به این نکات باید توجه کنید. بعد سنسور PTC عمل میکنه، باید حتما به این نکات توجه کنید. پس سایز سیم خیلی مهمه، دقت بکنید به سایز سیمتون، اتصالات الکتریکی رو محکم بکنید و کنترل بار و کلید حرارتی نصب بکنید. اینها میتونه کمک کنه به شما تا از برق قدرتتون اطمینان داشته باشید. سایز کانتاکتورها رو درست انتخاب بکنید، این خیلی مهمه. بعد از تمامی این موارد برید داخل ماژول رله محافظی که داخل جعبه ترمینال قرار داره. خب توی این کمپرسورها یه دونه هم میتونیم داخل تابلو برق قرار بدیم، مثلا یه SE1 داخل ترمینال برق قرار بدیم، یه SE2 داخل تابلو برق قرار بدیم. خب باید اینها رو چک بکنیم، آیا خطا از سمت رله های محافظ نیست، خود رله محافظ آیا مشکل داره یا نه، اوهمای PTC ها رو چک کنید، سنسورهای PTC مون رو مطمئن بشیم که دارن درست کار میکنن. بعد از اون کمپرسور رو میتونیم دوباره راه اندازی بکنیم. اما اگه کمپرسور راه اندازی شد و در عرض 2 تا 3 ثانیه دوباره خاموش بشه، اون موقع اگر برای اولین بار هستش که راه اندازی داره انجام میشه، باید دقت بکنید که امکان این وجود داره که گردش موتور یا همون گردش روتورمون معکوس هست و خطای SE1 رو داریم. پس به این نکته هم باید دقت بکنید. سویچ ها رو دقت بکنید، سویچ فشار پایین، سویچ فشار بالا، تنظیمات به درستی انجام شده باشه. وقتی که از کمپرسور سری HS استفاده میکنید، پس کاربری احتمالی خیلی زیاد دمای پایین هستش، پس فشار ساکشن پایین هست. باید دقت بکنید که خطا بروز نکنه.